خب آقای دکتر، ما برمیگردیم در واقع به تنوع بازارها توی فرابورس. بازار پایه فرابورس توی یک سال و نیم گذشته تو حوزه ریز ساختارها با یه تغییرات فراوانی مواجه شده. یکی از عمده ترین هاش در واقع بحث دامنه نوسان هست و حالا بازار از الف به جیم به زرد، نارنجی، قرمز در واقع تقسیم بندی جدید صورت گرفته درش. برمیگردیم به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که اتفاق باید میافتاد و کاملا قابل دفاع. اینم باز به این منزله نیست که واقعا بگیم خب اون اتفاق رو انجام دادیم و دیگه قرار نیست اصلاح بکنیم. نه، اون بازار پایه همونطور که عرض کردم، چون شرکت‌های چالشی و بعضا پر ابهام در بازار پایه حضور دارن، ما و سازمان، من فرابورس و سازمان رو با همدیگه من دارم عرض میکنم، نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به مسائلی که در بازار پایه هست. بالاخره یه جاهایی بعد ورود کرد و اصلاحاتی رو در بازار انجام داد. ببین، همون موقعی که ما اصلاحات بازار پایه رو انجام میدادیم، ارزش بازاری بازار پایه تقریبا 89 هزار میلیارد تومان بود. الان که خدمت شما هستم، بالغ بر 280 هزار میلیارد تومان. 280 هزار میلیارد تومان. این تو همین سال گذشته تا الان می‌بینید چند برابر شده این بازار. و کماکان این هیجان رو در برخی از نمادها میبینیم توی بازار و ما رو مبرا نمیکنه از اینکه بی تفاوت باشیم و اصلاح نکنیم. نه، بازار این حق رگولاتوره و حق ناظره که جایی که احساس میکنه که هیجان هست و احساس غلبه کرده بر تحلیل و فضای دیتا پروسسینگ و ارزمشون دیتا ماینینگ و روش های تحلیل های مالی و تحلیل های فاندامنتال و عرضم به حضور شما بنیادی، اون حوزه ها رو حق رگولاتوره که ورود بکنه و تنظیمگری بکنه. تابلو قرمز، تابلو شرکت های ورشکسته یا تابلو شرکت هایی که در حال انحلال هستن یا شرکت هایی هستن که بیش از 3 ساله که صورت مالی به ما ندادن، اطلاعاتی به ما ندادن، اینا در تابلو قرمز درج میشن. تابلو قرمز ما دائما نوسانش 1% و در حال حاضر الان 9 تا شرکت بازار پایه در تابلو قرمز حضور دارن. در تابلو زرد 125 تا نماد وجود داره، فکر میکنم حدودش 40-45 تا هم نماد در تابلو نارنجی وجود داره. تابلو قرمز این شرکت ها هستن. در تابلو زرد و تابلو نارنجی شرکت ها هم سوده هم زیانده داریم. منطقه باز فرق زرد و نارنجی به همون بحث شفافیتشونه. نارنجی شرکت هایی هستن که بیش از 1 ساله که به ما اطلاعات ندادن. شرکت های زرد شرکت هایی که اطلاعات دارن میدن، ولی مرتب هم دارن میدن، ولی بعضن شرکت هایی که نسبت به اون به قول معروف توالی گزارش هایی که شرکت های اصلی در بازار اول دوم دارن رو کدار منتشر میکنن، نه، اون اتفاق اینجا نمیفته و یه شفافیت کمتری نسبت به بازار اول دوم فرابورس داره. این بازار ابزار نوین 3 تا تابلو داره: تابلو سکوک، تابلو تسهیلات مسکن، همون تسه های بانک مسکن و بانک ملی، و صندوق ها. که باز صندوق ها هم چند دستن دیگه، خودتون بهتر از من میدونید. صندوق های سهام مختلط، صندوق های درآمد ثابت، صندوق های جسورانه که برای حوزه نوآوری و دانش بنیان و ویسی ها هستند و پرایوت اکوئیتی فاندها و صندوق های اختصاصی. در مجموع بازار ابزار نوین مالی فرابورس در حال حاضر 136 هزار میلیارد تومان ارزش بازاری ثروت مردم در بازار ابزارها نوین مالی. روز شنبه واقعا من رفتار بازار رو داشتم بررسی میکردم، اینو بر اساس دیتاهای موجود در بازار من دارم عرض میکنم. خب صفای فروش سنگین در روزهای ابتدایی بعد از شهادت ما در بازار داشتیم. 47% عزیزانی که دست رو دکمه فروش گذاشته بودن و صف فروش رو نشسته بودن و منتظر بودن که بالاخره یه نفر بیاد بخره ازشون سهمو، سرمایه گذارانی بودن که زیر 8 ماه حضور در بازار داشتن و از روز صدور کد معاملاتیشون 8 ماه نمیگذشت. 47% آدمایی که دست تقریبا نیمی از فروشنده ها تازه واردها بوده. 67% همون آدما، یعنی کل بازار من دارم عرض میکنم، 60 اون 47% 8 ماه،
67%شون ماکسیموم عمر فعالیتشون در بازار 18 ماه بوده. این نشون میداد که خب تازه واردین در بازار چون سرد و گرم بازار رو کمتر چشیدند، به محض اینکه یه اتفاقی در بازار افتاد اومدن دست رو دکمه فروش گذاشتن و فروش انجام دادن. خب اونجا صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت ریالی و به حال همکاری همه ارکان بازار سرمایه، هلدینگ ها، بانک ها، بیمه ها، مجموعه مختلفی کمک کردن، سهم ها جمع شد، فروش ها جمع شد و ما میدونیم دو سه روز بعدش دیگه به تعادل رسید، از هفته بعدم کامل بازار متعادل. ما 3-4 روز واقعا مسئله داشتیم تو اون چند روز. من نگاه میکردم همین هولدینگ ها، صندوق توسعه بازار، عرضم بزرگ شما صندوق تثبیت ریالی که در شرایط منفی صفحه فروش خریده بودن، یه هفته بعد، دو هفته بعد با سود از بازار دوباره خارج شدن. این نشون میده که رفتار هیجانی در بازار همیشه مطروده. همیشه بزرگترین عامل زیان در بازار همین رفتارهای هیجانی. از اول سال تا الان همیشه بازار مثبت بوده و به قول معروف یک کله بازار اومده بالا، دو روز بازار منفی شده، کاملا طبیعیه. سال 93 به جایی که میای تو بازار با حرکت شاخص کار میکردی و با شاخص میرفتی بالا پایین شروع میکردی، میذاشتی پول تو صندوق، 200% تا الان بازدهی بیشتر به شما میداد صندوق. تو این من سال 93 تا الان دارم، یعنی 99، یعنی 6 سال گذشته، بازار 700% رشد کرده شاخص، صندوق ها 900% رشد کردن. این نشون میده که صندوق ها حرفه‌ای تر کار کردن نسبت به شاخص. ما شاخص ارزیابی عملکرد برای مدیران پورتفوی داریم، یکیش همینه که آقا مدیر پورتفوی نسبت به شاخص چقدر بهتر کار کرده. مثلا اگر بازار امسال 30% شاخص اومده بالا و بازدهی داشته، من مدیر سرمایه گذاری اگه 20% بازدهی داشتم هنری نکردم، از شاخص عقب بودم، عقبتر بودم. بله. من موقعی هنر کردم که بگم شاخص 30% رشد کرده، من 50% رشد کردم. صندوق ها اینو اثبات کردن. صندوق ها اتفاقا طراحی شدن در دنیا برای اقشاری که تسلط کامل به تحلیل صورت های مالی و تحلیل بازار ندارن.